سلام مجدد همراهان عزیز، به یکی از ویدیوهای دیگر پروژه محور اسپی.نت کور خوش آمدین. در ویدیوی قبلی ما یک کاتگوری لیست ایجاد کردیم که از طریق مدل دلیت آپدیت و انزرتش کار کردیم. حالا به ادامه جلسات قبلی همان گونه که گفتیم ما پروژه را تکمیل میکنیم و این پروژه ما چند زبانه میباشه، میریم جداول بعدی و همچنان ویو های بعدی را ایجاد میکنیم. داخل مدل میشم. در اینجا مدل ما کاتگوری را ایجاد کردیم، حالا میخواهیم که یک ویو ایجاد کنیم به نویسنده ها که در اون نویسنده ها رو بتونیم ادیت کنیم، اینزرت کنیم و همچنان اکشن را آپلود کنیم و تمام معلومات یک نویسنده را اضافه کنیم. اینجا فیلد هایی که مربوط به نویسنده میشد ما قبلا اضافه کردیم، اما تنها یک فیلدی که اینجا کم هست تصویر هست. ما باید یک فیلد هم برای تصویر اینجا اضافه کنیم. برای انجام این کار ما بعد از فون میام اینجا یک فیلد اضافه میکنم از نوع استرینگ باشه، چون ما نمیخوایم عکس داخلی دیتابیس ذخیره کنیم، فقط کافی است که ما مسیر یا پد عکس بیایم در دیتابیس یا در تیبلی جداول ذخیره کنیم. یک فولدر میسازیم، فولدر استاتیک در پروژه در راوت و آدرس این راوت در این فیلد ذخیره میکنیم. پس نامش میمونم ایمیج پد باشه و ریکوارد های چیزها هم اگر بگیریمش خوب است، اگر نگیریم هم مشکل نداره و مکسیممش هم مشخص میکنم. مکس لینتش حدود 300 تا باشه که کم نیاریم. و حالا بعد از اینکه ما در جدول تغییرات میاریم، در تیبل ما تغییرات ایجاد میکنیم، باید این تغییرات همچنان در دیتابیس ما در اسکول سرور همچی شود، تغییرات اعمال شود. برای اعمال از این ما باید دیتابیس اینجا یک میگریشن اضافه کنیم و بعد از میگریشن هم دیتابیس اپدیت بزنیم. پس اینجا اد میگریشن اضافه میکنم. نام میگریشنت به نام چی باشه؟ اد مثلا اد ایمیج فیلد و حالا اپدیت دیتابیس. اپدیت داش دیتابیس. خب اگر ما بیم دیتابیس رو چک کنیم، در اینجا تیبل آتور دیزاین باید ایمیج پد ما اضافه شده باشه. میبینیم که در اینجا ایمیج پد اضافه شده و این ورکر 300 هست که ما لینتش رو تغییر دادیم. و حالا از جایی را بسته میکنیم، میریم یک کنترلر برای نویسنده ها ایجاد میکنیم داخل ایریای ادمین شده، چون محیط ما محیط مخصوص بخش سی پنل یا بخش مدیریت هست. پس داخل ادمین میشم، اینجا بالای کنترلر کلیک میکنم، اد یک کنترلر برای ما اضافه شوه، اما متفاوت تر از بقیه. من کنترلر ایجاد میکنم که برای ما تمامی بخش هاش بسازه و خودمان اونجا تغییرات در او بیاریم، چون قبلا ما با MPT خالی هم ایجاد کردیم و شما دیدین که چگونه کار میکنه، تنها اکشنایش اضافه کنه او هم کار کردیم. حالا متفاوت تر از دوتای قبلی میخواییم که تمام کود همه چیز شبیه نویسه، فقط خود ما بریم در او تغییرات بیاریم و وقت ما رو هم کمتر بگیره که این کار از scaffolding میکنم. بالا از کلیک میکنم و اد در اینجا چیزی که باید توجه شوه میگم مدل کلاس ده برای مبته. من برای چی میخواستم که یک برای آتور بسازم، آتور انتخاب میکنم مدل کلاس شه و اینجا هم دیبی کانتکس ما هم انتخاب است. اینجا ویو ویاش هم جنریت کنه از کدام لیاوت شما برای از ویو لیاوت شمیتین. پس ما یک لیاوت فیلن داریم، از اون لیاوت دفالت ما استفاده کنه و رفرنس لایبرری هاش هم اضافه کنه در ویو ها و بالای اد کلیک میکنه. توجه داشته باشین دوستا، کنترلر به نام آتورز ایجاد شد و تمامی
دی بی کانتکست رو هم اضافه کرده و همچنان کانسترکتور برای از این ساخته و تمام کیوره ها را خودش اضافه کرده به علاوه ویو هایشان. ما اگر بیایم اینجا کنترلری به نام آتور بود و همچنان بیا ویو اگر باز کنم ویو آتور هم میبینیم که کریت دلیت ایدیت ایندکس تمام شه اضافه کرده. ویو ایندکس شه باز میکنم میبینیم که به چه شکل هست، تمام کود ها را اینجا اضافه کرده. اگر پروژه را ریبیلد کنیم میبینیم که اینجا تمام چیز به هم حالت دفالتی که خودش دیزاین داده و را اضافه کرده نشان میده. من اینجا به جای کتگوری باید اضافه کنم که آتورز و در ویو آتورز و ویو ایندکس میبینیم که اینجا تیبلش هم ساخته. اگر من اینجا چیزی رو وارد کنم مستقیم خودش ثبت میشه و نیاز نیست که شما کدام کد اضافه کنین. اما در اینجا باید بعضی چیزها را کاستومایز کنیم، بیایم دیزاینش تغییر بدیم. مثلا اینجا ایمیج ما تایپش استرینگ داده بودیم، در اونجا به عنوان یک تایپ استرینگ ای را گرفته با اینکه باید ای به فایل تبدیل شوه و از این چیزها. خب پس بک میگم میرم در کنترلر و اونجا بعضی چیزها را باید ما تغییر بدیم. خب بیتین داش پرایمری باشه و همچنان در اینجا ما قبلا کودهای مدل اضافه کردیم، مدل هم اینجا اضافه میکنم. مدل سه ببخشین پارشل ویو نام مدل ما چی بود؟ به نام اندرسکور پارشل مدلز بود و اینجا سیکشن اسکریپت خودم اضافه میکنیم. سیکشن اسکریپت دو های جاوا اسکریپت خود اضافه میکنیم. خب قبل از اینکه کد های جاوا اسکریپت اضافه کنیم این بخش ها رو پیش بریم، ما داخلی کجا میشیم؟ اینجا اگر رایت کلیک میکنم بالای کریت نیو آتورز من در صفحه کرییت میبره. در کرییت اینجا این فیلد ها را از حالت پیش فرض باید ما تغییر بدیم و همچنان یک دست بکشیم بیا. پس من میام داخل پارشل ویو کرییت، خب این کتگوری است، کتگوری را از جمع بسته میکنم و اینجا go to view و در این ویو ایمیج پیدا میکنیم. ایمیج پدش گرفته و اینجا تایپش از نوی چی باید باشه؟ از نوی فایل و یک نام هم برش اضافه میکنم. در کنترلر به این نام باید چی باشه؟ قابل اکسس باشه. نامش هم میمونه به اسمی ایمیج آپلود و حالا رفرش میکنیم میبینیم که از حالت تکست باکس خارج میشه و به اینپوت فیلد تبدیل میشه و اینجا ببینید کلش به یک کالوم گرفته. میتونیم یارو در چندین کالوم سیت کنیم. ببینید اینجا عکس ما هم چه شد تغییر کرد. حالا بالای از این کلیک کنم میتونم که بریم عکس های فایل آپلود کنم. پس اینجا میایم یک تغییرات کلی دیگه هم میاریم. میره به 12 به 12 تغییرش میتم و اینجا دو تا برای من نشان بده. دایوش اینجا بسته میکنم. می از جناب فرم نیست. خب فرم هم داخلی از این گرفته. ما یک کار دیگه میکنم، فرم خارج میکنم از این، فرم بیرون از این باشه، این رو را هم از اینجا بر میدارم و این رو در اینجا باشه. و رو را در کجا بسته میکنم؟ در این پایی.
ای از این شد و ای هم از رو و این کالوم از اینجا کپی میگیرم و داخل فرم گروپ یکی از این انداختم و کپی و یک دایو دیگه برای از او بسته میکنم. یا رو تبدیل میکنم به 6، دو تا تقسیم شود که 12 شود و یک بار نتیجه را ببینیم و میایم بقیه را همچنان تغییر میتیم به همین شکل. ریفرش شود یک بار، میبینیم که فول نیم مرا اینجا قرار داد، لست نیم شود و دو تا کالوم یارا تقسیم کرد. به همین شکل ما میتونیم که برای بقیه همچنان به این شکل پیش بریم. پس یک روی دیگه اضافه میکنم، دایو کلاس یک رو باشد، داخل از این رو یک کالومی باشد که کالوم داش در حالت امدی 6 باشد و ای را بسته میکنم. پس از این دو تا کپی میگیرم و دیتای از او رو میام داخل از او و از این قرار میتونم. خب ای برای از این باشه و ایرم از اینجا کت میکنم و داخلی از این میندازم و به این شکل چند تای دیگر هم ضرورت داریم. از ایره کپی میکنم، اینجا پیس شوه، روی مبسته شوه اینجا و کالوم هم بسته میکنم، دایو کالوم و دو تا کپی دیگه از این میگیرم و یک کپی از مجموعی از این 4 تا شوه. بله کفایت میکنه. پس این را میام کنترل سی کت، کنترل اکس کت میکنم و کنترل وی، کنترل اکس و کنترل وی، دو تا دیگه در بالا داریم. پس یا رو میتونیم که جا بجا کنیم، مشکل نداره. به جای ای که آدرس در بالا میبرم کنترل اکس آدرس ما باشه و بعد از این فیسبوک باشه، آدرس فیسبوک باشه و در نهایت عکس ما میخوایم نمایش بدم، عکس در آخر باشه و از این یک کنترل اکس کپی میگیرم و اینجا پیستش میکنم. یک بار نتیجه رو ببینیم، باز پس میام تغییرات میارم. بله به این شکل در اومده نام ما و الیم، ایمیل، آدرس، فیسبوک، عکس و توییترش. اینجا عکس ها باتون ها رو هم میتونیم که ما تغییر بیاریم و داخل یک روی یا رو قرار بدیم که رویش با بقیه چی شوه ای اکسان شوه. دایف اگر از فرم گروپ هم یارو خارج کنم مشکل ندارم، یا از فرم گروپ خارجشون میکنم داخل یک رو باشن و کنترل ای ذخیره و همچنان میتونم که در ای بیایم چیکار کنم، یک رنگش رو تغییر بدم، یک خب در کانتینر با مذارت ستایل بگراند کالرش چی باشه؟ کنترل ذخیره و رفرش. آوتپوت ما و کانتینری که اضافه کردم و رنگی هم برش دادم به این شکل تغییر یافت و اینا هم با هم چسبیدن. این را بک تو لیست اول میارم و جایی ها را تغییر میتم، کنترل اکس و کنترل وی و اگر صفحه هم خورد و کلان میشه اینجا یا با هم ثابت باشن با تونای ما کل دش ایم دی دش مثلا 12 باشه. در هر حالت چی خورد و چی کلان باشه یاره در یک رو نشان بده و ریفرش میکنم دوباره تا که ببینیم که یا جایشان تغییر کرده. بله به این شکل تغییر پیدا کرد و حالا بالای بک کلیک کنم مرا در لیست میارم
در لیست یا امی اکشن ایندکس، و اینجا میبینیم که یه خطایی داده، نمیفهم چرا خطا را داده. خطا رو ما چک میکنیم که مشکل خطا چی هست. بله خطا از اسکریپت هست که ما اضافه کردیم در کجا، در ایندکسی از این صفحه. خب ما را فعلا بر میدارم چون اینپوت هایش هنوز ندادیم، چیزی برش اضافه نکردیم، بر خطا داده و دوباره رفرش میدیم تا این خطا چی شود، برطرف شود و به صفحه ایندکس برگرده. اینجا قشنگ نشان میده که شما کجا اشتباه نوشته کردین و ایرور شما را نشان میده. میبینید که این بک هست، بالایت کلیک میکنم میاد در اینجا. خب ببینید دوستان، اینجا زمانی که من بالای عکس انتخاب میکنم، همچنان عکس ما باید پریویوز داشته باشه قبل از اینکه آپلود شد و قبل از اینکه ذخیره شود. عکس که بالاش کلیک کردم اینجا برای من نمایش بده و همچنان داخل یک دیزاین مقبول تر براش میتیم و فعلا برای آتور به همین شکل دفالت پیش میریم، کدام دیزاین خاص براش نمیتیم، ولی در بخش های دیگه، بخش بنر ما، بخش گالری ما، تمام بخش های ما تقریبا عکس دارن که در بخش های دیگر آتور را اضافه میکنیم، چون میخوایم که در این بخش یک کمی توضیحات بیشتر بدیم، به بخش های دیگر باز کمتر توضیح میدیم چون موضوعات چندین بار تکرار نمیکنیم. این بود از آتور. و حالا در بخش کنترلر ما چگونه عکس به کنترلر بفرستیم و از کنترلر چگونه یک فایل دریافت کنیم. برای دریافت فایل در کنترلر، ابتدا ما وارد صفحه یا ویوی کرییت میشیم. در ویوی کرییت در بخش اکشن ابتدا اینجا باید ما انکریپت تایپش مشخص کنیم. زمانی که یه قانون هست، قانون کلی هست، بخواین شما از صفحه HTML یک فایل را ارسال کنین به سرور، این او فایل باید چی شوه؟ صفحه شما باید تایپش انکریپتش تغییر بکنه. پس من اینجا انکریپت، زمانی که انکریپت اضافه میکنم، انکریپت تایپ برای من سه تا چی میتونه پیشنهاد میده، یکی تکس پلین هست و یکی هم اپلیکیشن XEW فرم هست. ما چی را کار داریم؟ مولتی پارت فرم کار داریم. حالا میایم داخل کنترلر و کد کرییت خود اضافه میکنیم. فعلا کدش کار میکنه اما عکس کار نمیکنه. ما باید اینجا عکس را اضافه کنیم و بتونیم که به عکس دسترسی داشته باشیم. جهت این که ما بتونیم فایل اینپوت فایل از ویو در کنترلر داخل اکشن دسترسی داشته باشیم یا بگیریم، ما باید بعد از آتور کام آی فرم فایل اضافه کنیم. همراه با چی؟ همراه با نام عکسی که ما در کجا داریم؟ در کنترلر داریم، در ویو داریم. اینجا ما یک نام برش دادیم، کاپی و اینجا اضافهش میکنم. ببینیم باز هم تکرار میکنیم، جهت این که ما بتوانیم با فایلی که در ویو تعریف شده، اینپوت فایل منظور ما هست، اینپوت فایلی که در ویو تعریف شده در داخل کنترلر دسترسی داشته باشیم، باید این فایل چی کنیم؟ این فایل اضافه کنیم به خاطر دسترسی این فایلی که در کجا اضافه شده، در ویو اضافه شده. این چرا ایرور داره؟ چون یوزینگ میشه، یوزینگ شما میتونم که از اونجا اضافهش کنم و همچنان میتونم در اینجا بیایم using.microsoft.sp.netcore.http هسته و سیمیکالون باید ایرور چی شده باشه؟ برطرف شده باشه. چرا نشده؟ آی فرم فایل افش هم ممکن کلان باشه. بله اشتباهی تایپی داشت، از اون لحاظ اینجا خطا گرفته بود. و حالا میم کد عکس ما اینجا اضافه میدیم. قبل از اینکه ما برم کدش نوشته کنم، باید ما در پوشه داخل راوت آمده اینجا یک فولدر بسازیم به نام ایمیجز و هر عکسی که ما داریم در اینجا باید بیاید چی شوه؟ ذخیره شوه و تنها آدرسش باید در فیلد دیتابیس ما چی شوه؟ اونجا ذخیره شوه در فیلد دیتابیس.
خب برای این کار ابتدا ما نیاز داریم که عکس‌های ما باید چی نباشن؟ نام‌های تکراری نداشته باشن و نام‌هاشون باید متفاوت باشه. If اگر چک میکنم که خالی نباشه، image pad چی باشه؟ خلاف نل بود، یعنی که خالی نباشه، بعد داخلی اینجا بیایه و در این بخش یک اسم ما باید برای عکس درست کنیم، چون اسمها اگر تکرار بیان اون به مشکل برمیخوره و نباید اسمهای تصاویر ما چی باشن؟ تکراری باشن. پس به خاطر ای که ما یک اسم بتونیم در عکس ها اضافه کنیم، میم اینجا یک ور تعریف میکنم، وری جیو آی دی باشه اکوال با جیو آی دی. این به معنای گلوبال یونیک آیدنتیفایر هست که یک عبارتی 32 بیتی برای ما ایجاد میکنه و هرگز این عبارت هم تکرار نیست، همون گونه که از نامش پیداست گلوبال یونیک. یونیک به معنای منحصر به فرد و یعنی که تکراری نیست و همیشه یک چیزی جدید هست و متفاوت است. dot new field و dot to string. پسوند عکس چی باشد؟ از خود عکس ما پسوند میگیریم، میریم در مسیرش در پدش و از خود عکس پسوندش میگیریم و برای خودش پسوندش انتخاب میکنیم. پسوری پسوند، پسوند اکوال باشد با پد. این پد هم در فضای نامی آی او هست. ما اگر در قسمت بالا بیایم اینجا ببینین using system.io هست و حالا .pad.combine در داخل این باید بر چی بتیم؟ ما یک آدرس را بتیم که داخلی کجا بیاید؟ بیاید در مسیر یا پدی www route و از داخل www route داخل images ما به اینجا چگونه دسترسی داشته باشیم؟ برای این که به اینجا دسترسی داشته باشیم ما چیزی داریم تحت عنوان انترفیس. پس اینجا تعریفش میکنم private read only I host environment. ببینید در اینجا یوزینگ باید هم شوه. در ورژن های قبلی از آی هاست انوایرمنت استفاده میکرد، اما در ورژن های جدید که فعلا از 3 به بالا آی وب به چی تبدیل شد؟ آی وب هاست انوایرمنت. پس اینجا هم یک کانستراکشن برش میتونم در هاستینگ اضافه شوه و این اکستنشنش رو برمیدارم از اینجا. خب کانستراکتور آی وب هاست انوایرمنت به نامی هی هاست اندرسکور اکوال با این باشه و حالا در قسمت پایین آمده در اینجا در کامباین هی دات اندرسکور هی دات دبلیو وب راوت پد و در اینجا در کدام پد بره؟ در پدی ما داریم به نام ایمیجز، یک فولدر ایجاد کردیم در اینجا به نام ایمیجز است. ایمیجز جی آی دی که در بالا ذخیره کردیم دات پد جی آی دی پلاس چی شد؟ پلاس پد دات گیت فایل نیم image upload.file
و این پسوندی که اینجا گرفتیم پسی را چیکار کنه؟ کرییتش کنه. image upload dot copy to new file stream file stream. حالا پسوندی که در بالا ذخیره کردیم پسوند کاما فایل مودش چی باشه؟ کرییت باشه. فایل مودش دات کرییت. و در نهایت در کجا همین پد یا مسیری که ما گرفتیم ذخیره شود؟ در فیلد دیتابیس. فیلد دیتابیس ما پس به نام داخل آتور میشیم. آتور دات ایمیج پد اکوال باشه با جی آی دی پلاس ایمیج فایل آپلود دات فایل نیم. و حالا پروژه را ریبیلد میکنم و اینجا رفرش کریت نیو. یک نام به نامی مثلا علی باشه. برای ایمیلش هم اینی باشه. شماره تلفنش هم اینی باشه. آدرسش هم مثلا اینی باشه. فیسبوک یار ایلش هم اینی باشه. و توییترش. و حالا عکس از اینجا آپلود میکنم و چوز فایل. بالای چوز فایل کلیک میکنم. یکی از عکس ها را انتخاب میکنم و بالای سیف کلیک میکنم. بله دوستان میبینیم که دیتا و معلوماتی عکس هم پدش اینجا آورده اما خود عکس نشان نداده. اگر بیایم در دیتابیس و فیلد آتور کلیک کنیم میبینیم که اینجا دیتایی که وارد کردیم اینجا باید اضافه شده باشه و همچنین مسیر یا پد عکس هم ذخیره شده باشه. ببینیم که اینجا در پدش نام عکس یار آورده و حالا میریم خود پوشه رو به صورت استاتیک چک میکنیم که عکسی آورده یا نه. خیر بله ببینین اگر بالای عکس هم کلیک کنیم اینجا بیام قسمت فایلش شبونم باز کنم و عکس باز کنیم اما عکسی است که ما در اونجا چوز کردیم و حالا میخواییم که این عکس ها نشان بتیم اما معمولا در بخش دیتلز عکس ها نشان داده میشه. از اینجا پس پدش رو بر میدارم و میام در قسمت دیتلز نشانش میدیم چون از اونجا استرینگ بود او رو به حالتی نامش آورده ولی برای نشان دادن عکس پس ما به این شکل کار میکنیم. میام در قسمت ایندکس اینجا عکس از اینجا بر میدارم نباشه در اینجا و قسمت پایین هم از اینجا تیدیش پاک شوه و باتونه های خود هم یک دیزاینی بوتسترپ اضافه میکنیم در یا کلاس بیتن داش ادیت ها سکسیس باشه و بیتن دیتلز ما هم کلاس بیتن داش انفو باشه و همچنان دلیتش کلاس چی باشه بیتن داش دینجر باشه. و حالا میریم در ویو دیتلز ایمیج اونجا چی میکنیم تغییر میتیم که به چی شکل نشانش بوده. پس اینجا کلیک میکنیم گو تو ویو تا به دیتلز بیایه و در اینجا دیتلز از اینجا پاک میکنم پدشه پد ایمیج در دیتلز و در قسمت پایین آمده اینجا اضافهش میکنم. دیدی هست ایمیج سرچ از کجا بگیرم؟ از پوشه ایمیجز و forward/@model.image پدی که ما در عنوان فیلد تعریفش کردیم. اینجا هم ویت وایتش تغییر نمیتونم اندازه چقدر باشه به صورت دیفالت نشانش بوده اوشه باز بعدا ما میتونیم که چی کنیم تغییر بتیم. پس میام در کجا؟ در اینجا
در دیتلزش و باید در دیتلز اینجا چی شد؟ یه جای پاک شد و در قسمت پایین نمایش بده. پس بوتون های ما هم تغییر کرد و بالای دیتلز کلیک میکنم و میبینیم که عکس ما اینجا هم نشان داد. به این شکل اگر چندین تا عکس داشته باشیم، امیر امیری باشه، amir@gmail.com و فونش اینی باشه، آدرسش هم اینی باشه، فیسبوک آدرسش، عکسش هم اینجا انتخاب میکنم، فرض کنیم که از امیری هست و توییترش هم اینی باشه و بالای سیف کلیک میکنم، جزئیات امیر هم ذخیره میشه. بالای دیتلز باید عکس امیر هم اینجا ذخیره شده باشه. این عکس امیر و اینم بالا کلیک میکنم عکس علی. خب به این شکل حالا میم دلیت و ایدیتش هم کار میکنیم و حالا میخواییم دیگه ایدیت انجام بتیم، چگونه عکس ایدیت کنیم و همچنان دیتایش. اگر بالای ایدیت کلیک کنیم میتونیم که دیتا رو به این شکل ببینیم و دیتا رو خودش میفرسته قبلا با سکافولدینگی که انجام داده، اما ما دیزاین هم تغییر میدیم و عکس خب اینجا نمیشه اپدیت کرد، عکس هم ایجاد میکنیم. برای انجام این کار میام کودهایی که ما در اینجا چند تا کلاسی که اضافه کرده بودیم مربوط به کرییت یا کپی میگیریم، کنترل سی و در ایدیت آمده در ویو ایدیت یا اینجا اضافه میکنیم. پس کنترل ای کلش انتخاب میکنم و کنترل وی کلش اینجا پیس میکنم دیتای خوده. خب حالا تنها چیزی که تغییر میکنه اینجا اکشنش تغییر میکنه، به اکشن ایدیت بره و مولتی پورتش هم باشه، به خاطر ایزی که ما اینجا میخوایم عکس هم ارسال کنیم و یک چیز دیگر هم اضافه کنیم، اینپوت تایپ اینپوت تایپ هایدن باشه، اینپوت تایپ ایکوال با هایدن و اسپی داش فرمی چی باشه؟ فرمی آیدی. و در نهایت عکس هم اینجا باید نشان بده. قبل از اینکه عکس انتخاب کنه دیتای کرییت، عکس کجا بود؟ بعد از توییتر بود. میتونیم به این شکل ای را بگیریم که کت شوه و در اینجا یک گروه باشه، کلن یا اما حالت اولیه باشه. کنترل ای ذخیره میکنم، میام در قسمت پایان یک نتیجه شو ببینیم، پس بهتر متوجه میشین که چگونه میخواییم شکلش کار کنیم یا تغییرش بتیم. بالای ایدیت کلیک میکنم، دوستان به این شکل آوتپوت شد. پس ما میایم توییتر هم اینجا قرار میدیم و فوتو هم اینجا باشه و عکسی که ما داریم این عکس هم اینجا نشان بده تا ببینیم که چه عکسی هست و قرار است ما کدام عکسی را جدیدن آپلود کنیم. برای انجام این کار ما میام قسمت پایین در توییتر، اینجا توییتر هم میگیرم، از اینجا کت میکنم قبل از تصویر باشه و داخلی یک رو هم باشن، داخلی یک روی شش کالومی باشن و دوباره ریفرش میکنم تا ببینیم که نتیجهش به چی شکل هست. ولی دوستا به این شکل در اومد و حالا در این قسمت که خالی هست در اینجا عکس نشان میتیم. کدام عکس؟ این عکسی که در اینجا قسمت دیتلز کلیک میکنم این عکس نشان میده. حالا میخوایم که زمانی که بالا ایدیت کلیک شد این عکس نمایش داده شوه. یک کالومی دیگه داخلی همین رو اضافه میکنم، دایو کلاسی کل داش md داش 6 باشه و در اینجا عکس اضافه میکنم، img crs ش از کجا بگیره؟ از فولدر images و حتی model dot image path. دوباره ریفرش و
حالا ببینیم که نتیجه به چه شکل نشان داده میشه. بله دوستان، عکس هم اینجا اضافه شد و اگر دوباره بک کلیک کنم و ایدیت کنم، بعدیش یا روی ریکارد اولی را عکس ما اینجا قرار گرفت. اما در کل دیزاینی مقبول نداره، زیبا نیست. پس ما دیزاینش هم به این شکل یک دیزاینی زیباتر داشته باشیم، از چون و همچنان پاپ اپ هم باشه. اینجا ببینید من زمانی که کلیک میکنم چند تا فیلد است اینجا نشانش میدم و میخوام که مثل جلسه قبلی بالا ادیت کلیک کردم در این صفحه بتونیم ادیتش کنیم و دیتا را همچنان ببینیم. خب من میام ادیتش هم می نویسم و ادیتش که تمام شد که چگونه عکس ادیت میکنیم، انزرتش که فهمیدین، این اپدیتش هم کار میکنیم و بعدا میام دیزاینش رو تغییر میکنیم و از یک دیزاینی که استفاده دیزاینی که درست میکنیم کلا بخش های بعدی رو از اون دیزاین چی میکنیم، کپی پیست میکنیم. پس اینجا بالای سبت که کلیک میکنم باید اینجا هم دیتای ما تغییر بکنه و اگر آمدم چوز فایل کلیک کردم عکسی ما هم قابلیت چی را داشته باشه، ادیت داشته باشه. برای انجام این کار آمده ابتدا بالای یاش درست است، پس میرم داخل کنترلر، میرم در کنترلر در بخش ادیت. ببینید ما به این شکل هم میتونیم که ادیت انجام بدیم و فیلدهای خود اینجا ذکر کرده، اما کاری که ما انجام میتیم از اینجا یارم حذف میکنم فعلا و کام آی فروم فایل خود اضافه میکنم، آی فروم فایل و نامی عکس ما به نامی چی بود، عکس اینجا هم نامش کپی میگیرم، ایمیج آپلود نامش داده بودیم، میتونید که شما هر نامی که خواسته باشین اینجا برش نام بدین. خب برای آپدیتش ابتدا ما باید عکس قبلی را چی کنیم، حذف کنیم. زمانی که من میام یک عکس جدید مثلا انتخاب میکنم، خب این عکس ریپلیس میشه در دیتابیس ما، بله ریپلیس میشه، ادیت میشه، اما این عکس در کجا باقی میمونه؟ در این فولدر ایمیج باقی میمونه. پس ما باید کاری کنیم که این فایل را چی کنه؟ حذف کنه. ایره حذف کنه و یکی دیگه جایگزینی از این بکنه. برای انجام این کار پس میام ابتدا فایل خود فایل چک میکنم، اف اگر ایمیج آپلود باید خلافی چی باشه؟ خلافی نل باشه ابتدا و بیاید داخلی اسی. خب دوستان اینجا اگر فرض کنیم که عکس ما خالی نباشه، عکس ما چگونه فرمت هایش را چک کنیم؟ فرض کنیم که بجای عکس میخواد در قسمت ایدیت اینجا بیایه یک پی دی اف یا یک فایل دیگر را اینجا انتخاب کنه، بالای چوز کلیک میکنه و میره یک فایل یا یک تکسی را انتخاب میکنه و ایدیت میکنه. اما ما باید چک کنیم جلوی ازی را بگیریم. برای انجام این کار من یک فایل دیگر دارم که را قبلا دانلود کردیم و میتونید شما هم از اینترنتی را داشته باشین که ما بیم چگونه کانتنت ایمیج را چک کنیم. من این را کپی میگیرم و داخل پروژه آمده یک فولدر میسازم به نام add new folder utility، به نام utility folder میسازم، داخل از یک کلاس اضافه میکنم به نام check image content و اوکی و این را هم static میسازم، static تبدیلش میکنم و حالا کود خود اینجا پیست میکنم. خب کود ما پیست شد، اینجا iForm فایل نشناخته، باید using شده و همچنان پدش هم IO سیستم IO اضافه شده، اینجا بالاش کلیک میکنم و این هم اینجا اضافه شده. دو تا قوسی که اضافه داره اینجا یا را هم پاک میکنیم و نیاز نباشه که من داخل یوتیلیتی شم با نام اسپیس جندر، من بتونم که داخل از این فایل شده بتونم. پس داخل کنترلر میام، کنترلر چیزی نیست، چند تا جی پی جی و گیف و پی ان جی بیا را چک کرده که اگر غیر از یا بود
قبولش نکنه. خب حالا از این کلاسیک ما اینجا ایجاد کردیم، میتونیم که در تمام پروژه و در تمام بخش ها و کنترلر ها استفاده کنیم. تنها کافی است که نامی از این فایل ما اونجا چه کنیم؟ کال کنیم. خب ما اینجا چک کردم اگر خالی بود و همچنان یک اند اضافه میکنم، اند image upload.isImage، اگر چی بود؟ image بود .isImage، اگر همچنان خالی نباشه و اگر image بود، image اون فایل هایی که ما در اینجا چی کرده بودیم؟ اضافه کرده بودیم که غیر از اینجا بود. ببینید اینجا نامش چی هست؟ به نام isImage. و حالا میایم فایلش را میگیریم و اینجا حذفش میکنیم، ابتدا حذف و بعد ادیت شد. where image img پدش را بگیره اینجا، img pad equal باشه با pad.combine_heat. و براوت کاما ایمیجز فوروارد سلاش پلاس. خب این را چک کنم برابر با آیدی که از اونجا ما میفرستیمش او را حذف کنه، در دیتابیس قبلا اضافه کردیم. یک وریبل در بالا تعریف میکنیم وری مای آتور مثلا، یا مای آتور اکوال با دیوی دات، دیوی نیست اندرسور کانتکست هست، کانتکست دات آتور دات فایند، ای را بگیره برابری با آیدی ورودی قرارش بته و در اینجا بعد از پلاس مای آتور دات .image پدش بگیره و .trim استارتش تکوتشن backward slash و در قسمت در آخر هم سیمیکالن. و حالا چک میکنیم که آیا این پد موجود هست یا خیر. if اگر system dot io io dot فایل، همچون فایلی در این مسیر وجود داشت یا موجود بود، dot file dot exist، کدام فایل؟ فایلی اینی پده که ما از اینجا در اون مسیر رفتیم. خب اگر موجود بود، اجازه بده، اگر موجود بود بیا در داخل اینجا این فایل چیکار کو دلیتش کن. system.io یا کد های مربوط به سی شارپ هستن، io.file.delete چرا دلیت کنه این پده از اینجا. خب این بود مرحله چک کردن که آیا این فایلی که آپلود کرده کدام فرمت ها را داره، آیا فرمت های عکس هستن یا خیر. و ما این را برابر چی قرار میتیم؟ برابر با فوتویی که در دیتابیس قبلا چی شده؟ ذخیره شده. پس او را میگیره، او فوتو را از اینجا دلیت میکنه و اگر این فایل برابر با چیزی بود که ما قبلا اشاره کردیم در دیتابیس بود، بیا ایرا چک و یک بار دیگه هم فایل را ببین که آیا اگزیست هست یا خیر و بعدا ایرا بیا در اینجا فایل شد دلیت که از کجا؟ از پوشه دلیت، از پوشه ایمیج. خب پس اینجا در قسمت انزرت هم از ایمیج را چک میکنم اگر خالی بود، and img upload.isimage در قسمت ادیت آمده و حالا میخواییم که عکس را ادیت کنیم و اون کدی که در بالا نوشته کرده بودیم و مورا کاپی میگیریم و تغییرش میدیم
اینجا کپی شوه و پیستش میکنم. ایرم از اینجا آپدیت شو بر میدارم و به جای از این ما اینجا مای آتور داریم، مای آتور دات ایمیج پد شو برابر با چیزی که از اینپوت میای از پارامیتری ورودی میای بگیره و همچنان مای آتور دات نیمش برابر با چی باشه؟ با آتور دات نیم سیمیکال آلون. و اینجا از این چند تا کپی میگیرم و فیلده هایش را تغییر میتیم. نام داشت و دیگه چی داشت؟ آدرس بود ال نیم داشت لست نیم بود لست نیم ایمیل و دیگه چی داشت؟ فیسبوک یو آر ال داشت، فیسبوک یو آر ال و همچنان ایمیل فونش مانده و توییترش. فون و در نهایت هم توییتر. بعد از اینکه آپدیت شد سیف شد، بعد از اینکه سیف شد اینجا هم در نهایت به کجا بره؟ ریدایرکت شود و ایندکس. ریبیلد میکنم پروژه را و صفحه را هم ریفرش. والا نامش را تغییر میتیم، امیره و مثلا لیلا باشه و تخلیش همی درست است و عکسش هم از اینجا یک عکس دیگر انتخاب میکنیم. مرد است از این عکس انتخاب میکنم، بالای سیف کلیک میکنم، باید نامش به لیلا تغییر بکنه و عکس هم از اینجا چی شوه؟ تغییر بکنه و همچنان در پوشه استاتیک ما هم عکس از اونجا پاک شوه. بالای سیف کلیک میکنم و اینجا میبینیم که به لیلا تغییر نام پیدا کرد. بالای دیتیلز کلیک میکنم و اینجا هم عکس ما با موفقانه دیتا و عکس ما چی کرد؟ کار کرد. و حالا میمونه مسئله دلیتش که چگونه دلیت کنیم و دیتای ما از اینجا چی شوه؟ دلیت شوه. و یک مرور میکنیم به اینجا ببینیم که آیا عکس ما قبلا دلیت شده یا خیر. ما دو تا عکس بیشتر نداریم، قبلا هم دو تا داشتیم و این عکس ریپلیس شده و او عکس دیگه و عکس دیگه را حذف کرده. خب میام دیتا را دلیت میکنیم. برای دیتا دلیت پس اینجا ما کد داریم که چگونه ای را دلیت کنیم. پس از این یک کپی میگیرم کنترل سی و اما قبلش ایمیج را چک کنه که ایمیج آیا هست یا خیر و در اینجا قسمت دلیت ای را چک کنه دلیت کنه. کنترل وی فشار چی میکنم؟ پیستش میکنم و اینی را به چی تغییر میتم؟ به این تغییرش میتم. پدش از اینجا میگیره، ایمیج فایل آپلود از ایمیج. اینجا ما کدام ایمیج را چیز نمی کنیم، انتخاب نمی کنیم که چک کنه که آیا ایمیج هست یا خیر، ما فقط دلیت می کنیم. اینجا و یک بار ریبیلد می کنم پروژه را و صفحه را هم ریفرش. بعد از ریفرش بالای علی کلیک میکنم تا دلیت شوه. دلیت اینجا عکسش هم میتونستیم که نشان بدیم چون به صورت پیش فرض موند و بالای دلیت کلیک میکنم. از اینجا میبینیم که دلیت میشه دیتایش. اگر دیتابیس هم چک کنیم، قبلا هم یک رکوردی علی رو ببینیم آیا موجود هست یا خیر، میبینیم که دیتای علی موجود نیست. اگر بیایم پوشه استاتیک که خود چک کنیم اینجا یک عکس هم بیشتر نداریم، عکس هم از اینجا موفقانه حذف کرد. این بود edit, delete و همچنان addش که با استفاده از عکس. خب حالا میخوایم یه را داخل یک مدل بندازیم و از این به بعد از اون مدلی که اینجا استفاده کردیم برای عکس ها و برای تمام فیلدهای ما از او استفاده کنیم و با او کار کنیم. مدلش چگونه ایجاد کنیم؟ بالای edit کلیک کنم، مدل باری ما باز شد و پس میام داخلی
ویو ایندکس ما قبلا این کار انجام داده بودیم، پس میام یک کپی از کدهای قبلی کپی میگیرم. ویو آتور نبود، ویو کاتگوری ما در ایندکس کاتگوری کد ایجاد کرده بودیم، پس ما یک از خود سیکشن هم یک کپی میگیرم و حتی خود مدل هم میگیرم که نامش اشتباه نگرفته باشیم، اونجا نامش از پیش ما اشتباه نشده باشه. کنترل سی کپی و در ایندکس ازی اومده اینجا پیستش میکنم و تنها چیزی را که اینجا تغییر میتیم کاتگوری نیست کنترلری ما، کنترلری ما به نامی آتور هست و کنترل سی تغییر میتونم کاتگوری رو به و اینجا یک اکشن دیگه هم اضافه میکنیم که دیتلز ما را نمایش بده و ایدیت را به دیتلز تبدیل میکنم. دیتلز هم از خود آیدی داره و اینجا دیتلز آتور ایدیت آتور دلیت تور و همچنان کریت نیو تور. خب بالای فکشنش تغییر میتونم، فکشن با یک فکشن اوپن شوه در یک اکشن دیگه نره، زمانی که آن کلیک شد آن کلیک باز شوه و همچنان در اینجا آن کلیک چی هست؟ ایدیت هست، ایدیت و این آیدی را از اینجا بر می دارم کنترل اکس و اینجا پیش شوه. دیتالز آن کلیک دیتالز آیتم دات آیدی را بگیره آن کلیک دلیت آیتم دات آیدی. چرا اشتباه میگه؟ خب اینم از این. حالا سفر یک بار رفرش میکنم تا ببینم مدل مرا بالا میاره یا خیر. ابتدا بالای نیو کریت میکنم، نیو خب کریت نیو میبینیم که مدل زمارا بالا میاره. بالای ادیت بله به این شکلی هم کار میکنه، ادیت و دلیت. بله داخل کنترلر میشیم، داخل کنترلر آتورز، زمانی که بالای دیتلز کلیک میشه اینجا ویو بر ما ریترن نکنه، پارشل ویو بر ما ریترن کنه، پارشل ویو و در ویوش آمده. اینجا دیگر ما نیاز به تایتل نداریم چون تایتل ما از کجا میگیریم؟ خود ما در کد اسکریپت اضافهش کردیم و همچنان بکش هم کار نداریم و یک کلاس هم برای بکش اضافه کنم.
ادیتش کلاس بیتین داش سکسس و فرم کنترل باشه. خب این از دیتیلز و حالا کریت هم پارشال ویو ریترن کنه و داخلی ویو ایدیت شده تایتلیاش رو بر میدارم، کدام بک هم نداشته باشه و اینجا فرم کنترل باشه، بر میگم دوباره به بک و اینجا کریت بود. با معذرت این کریت باید چی باشه؟ این کریت باید برمیگرد این را ما به پارشل ویو تبدیل کنم. پس کریت بعدی را آمده ویو ریتن کنه و اینجا ادیت پارشل ویو. خب و همچنان ماند دلیت، دلیت هم پارشل ویو ریتن کنه، گو تو ویو تایتلش را برداره و اینجا کدام تایتل از این نمیخواییم، تکس شم رنگش سرخ باشه، دینجر باشه، تکس داش دینجر، بکش هم بر میدارم و یک فرم کنترل هم برای از این اضافه میکنم. خب و حالا ریبیلد میکنم یک بار تا ببینیم نتیجهش به چه شکل است. رفرش نتیجه را ببینیم. بالای کریت کلیک میکنم، بله اینجا اضافه شده در کریت و تنها چیزی که مونده چرا یارا بر نداشته، من بالای ادیت کلیک میکنم، ادیتش بله صحیح کار میکنه و تنها چیزی که اینجا باید تغییر کنه عکس یارا باید چیدمانشون رو درست کنیم و این بک‌گراند کالرش هم برداریم، نیاز نیست. نه ببینیم دلیت و حالا میایم در کریتش، اینجا بیان ضرورت ندارم دیگر، دوباره رفرش add new create add new. بله تنها این باتناش بر میدارم و دیزاین عکس هم قشنگ جور کنیم. خب پس نیاز به بکش ندارم، فرم کنترل باشه و این کانتینرش هم برداره، خودی مدل نیاز به کانتینر نداره. دوباره ریفرش ببینید زیباتر شد. تنها چیزی که مانده مسئله عکس هست که ما بتانیم عکس هم اینجا زمانی که من بالای چوز کلیک میکنم برای ما عکس انتخاب میکنم، عکس اینجا هم نشان میده که کدام عکس ما اینجا چوز کردم و سلیک کردم. برای انجام این کار ما یک با کد چی ضروره داریم؟ با کد جاوا اسکریپت. من اینجا قبلا یک کد از اینترنت گرفتم، شما که نوشته کنین previous image یا فوتو، برای شما بسیار عکس کد زیاد میاره، شما میتونید که در کد تغییرات بیارین. من پس یک کنترل سی کاپی میگیرم و میام داخل پروژکت در پوشه یا در راوتی www route داخل فولدر gs، اینجا یک فایل gs اضافه میکنم، add new item javascript فایل باشه و اینجا نامش هم میتونم previous image و داخل از این کود خود پیس میکنم. در کود دو مورد
قابل ذکر است. یکی این که شما یک آیدی به ایمیج بیتین در اینپوت فیلدش یک آیدی باید اونجا داده شود که ما نامش گذاشتم IMG Previews و در پایان هم یک کلاس اضافه کردم و نامش دادم My Image. مخاطری از اینکه آیدی ها یونیک هستن اما کلاس ها امکان داره که کلاس های اکس هان هستن. من اینجا از کلاس استفاده کردم و در اینجا هم از آیدی. میتونستیم که ای را بیم داخل خود هر ویو قرار بدیم و کارش کنیم و نیاز به این کلاس دادن یا نباشه، اما به خاطر از اینکه ما کد های ما زیاد تکراری نشه میم یک فایل میسازیم و داخل فایل قرار میدیم آیدی و کلاس خود. خب پس اینجا داخل کریت میشم، و قبل از اینکه بیایم کلاس استفاده کنیم اینجا لازم بچی هست ایرم از جه پاک میکنم، ضرورتش نداریم فعلا. دوستان من ویدیو را استاپ کردم، نخواستم که حجم ویدیو بیشتر از ایشه و کوتاه تر باشه. من چند تا تغییرات کوچک اعمال کردم، آمدم اینجا داخل یک رو قرار دادم یک مجموعه فیلد ها را، مثلا اینجا یک رو باز کردم و این رو را داخل چند تا فیلد قرار دادم و در پایین هم رو را بسته کردم. اما داخل از این رو آمدم یک کالوم اضافه کردم که داخل این کالوم چند تا فیلد باشه، فیلد مثلا نیم باشه، لست نیم باشه، ایمیل باشه و فون باشه و این رو را در اینجا بسته کردم، کالوم اینجا بسته کردم و پایین تر از او یک کالوم دیگر اضافه کردم که عکس مده پلوش باشه، یعنی که یک رو داشته باشم در ابتدا و در داخل از این رو دو تا کالوم داشته باشم، یک کالوم فیلد های مرا پوشش بده و یک کالوم هم عکس مرا پوشش بده، که داخل از این عکس من یک کارد بوتستراپ اضافه کردم که این کارد از خود چی داره، یک هیدر داره و در اینجا ایمیج نام ایمیج داخل هیدرش قرار دادم و این کارت ما یک فوتر بادی و فوتر داره. در داخل بادیش اینجا که ولیدیشن ما هستی ولیدیشن هم بر میدارم و یک آیدی هم اضافه کردم داخل فوتر و در این فوتر ما میخواییم زمانی که عکس اونجا انتخاب شد عکس پریویوز کنم و ما در اینجا کلاسش قرار داده بودیم و یک آیدی برش داده بودیم که ایمیج پریویوز باشه و یک کلاس هم اینجا اضافه کرده بودیم. خب پس بر میگردم در ویو وی کرییت یک ایمیج داشته باشیم و ایمیج ما یک آیدی داشته باشه و یک ستایل هم برش دادیم که اندازهش در این قدر باشه و کلاسش ترمینال باشه و همچنان یک بینوان پیش فرض یک عکس برش انتخاب کردیم که نو ایمیج اویلیبل. اگر عکسی را که آمد آپلود کرد یا اگر آپلود کرد خب عکسی آپلود شدگی را در دیتابیس ذخیره کنه، اگر آپلود نکرد به ایمان پیش فرد اینی عکس این چی شوه آپلود شوه. مثلا من دیتابیس را چک میکنم یک پوشه آمدم یک عکس کاپی کردم و داخل این راوتی www route داخل پوشه ایمیجز در داخل پوشه ایمیجز ما اومدم یک عکسی این عکس اینجا اضافه کردم و ببینین به نام images.jpg هست. پس این رسورس هم به او قرار دادم و همچنان در قسمت پایین این رو که از اینجا بسته میشه اومدم یک روی دیگر اضافه کردم، داخل از این رو دو تا کالوم اضافه کردم که یک کالومش آدرس مرا نشان بده، یک کالومش هم مربوط با فیلد فیسبوک باشه. پس اینجا این رو را هم بسته میکنم. تا اینجا چند رو شد؟ سه تا رو در کل و یک روی دیگه هم اضافه کردم که توییتر مرا نشان بده، فیلد توییتر ما باشه، ولی این دو تا چی باشه؟ 12 تا باشه، یعنی دو برابری از او که ایره کلانتر نشان بده. و در آخر هم باتونه یک بار پروژه را ریبیلد میکنیم تا شما هم آوتپوتش ببینیم که به چه شکل در آمده.
و ریفرش صفحه ریفرش شوه. خب صفحه ما ریفرش شد، بالای باتون کلیک میکنم، میبینیم که دیزاینش به این شکل ظاهر شده، همون طوری که توضیح دادیم. سه تا فیلد ما در یک کالوم آمده و عکس ما هم در کالوم بعدی اما یا در یک رو هستن، و روی بعدیش آدرس و فیسبوک در یک رو هستن و دو کالوم، و تویتر ما هم یک رو هست و کل در یک کالوم، و همچنان باتون ما هم در یک چی آمده؟ در یک رو آمده. خب حالا میخوایم که این هم عکسی است که ما به عنوان پیش فرض اینجا آدرس شده داریم. حالا میخوایم زمانی که بالای چوز انتخاب میکنم، از اینجا اگر عکسی را انتخاب میکنم، مثلا میام یکی از این عکس ها را انتخاب میکنم، اینجا بجای از این عکس چی شود؟ نشانش بده. ما چی اضافه کرده بودیم؟ یک فایل اضافه کرده بودیم، فایل جی اس. این فایل جی اس هم من دوباره چی میکنم؟ درگ میکنم در بالای از این صفحه تا پریویز ایمیج ما هم کار کنم. پس این را درگ میکنم و اینجا میندازمش و صفحه را رفرش میکنم یک بار. حالا بالای کریت کلیک میکنم و از اینجا یک عکس انتخاب میکنم. بله دوستان، میبینیم که عکس به این شکل کار میکنه. اما چیزی که اینجا یک کمی قابل تغییر هستی هست که مدل ما به صورت پیش فرض در کل صفحات یا ویو های ما یکسان است، اما لازم هست که این را کمی بزرگتر بسازیم، چون اینجا فیلد های ما زیاد هست و عکس داره، عکس هم در پلوی از یا قرار گرفته، یک کمی محیطش یا می بادیش کلانتر شوه، زیباتر نمایش داده میشه. برای انجام این کار ما در صفحه کریت آمده اینجا یک ستایل باز میکنم و اینجا یک کلاسی داریم به نامی مدل داش یا لوک، و اینجا مکس ویتش مشخص میکنم که مکس ویتش چقدر باشه، مثلا 795 پیکسل باشه، و دوباره صفحه رو رفرش میکنم ببینیم که اندازهش تغییر کرده یا خیر. کریت نیو. بله میبینیم که به این اندازه کلان شده، و حالا اگر عکسی را انتخاب میکنیم از اینجا برای ما عکس هم پریویوس نشان میده. پریویوس ببینید به این شکل. پس دیتایی اگر وارد کنم، نرگیس احمدی، ایمیلش هم نرگیس جیمیل باشه، اینی هم شماره تلفنش باشه. فیلده ها را ببینین، اوتو پلی هستن، سجیشن میتن. ما میتونیم که اوتو پلیش هم خاموش بسازیم و خاموش باشه، نشان نته. فقط کافیست که در اینپوت فیلد رفته اونجا شما اوتو پلی نوشته کنین و اوتو پلیش آف بسازیم، و بالای سیف کلیک میکنم، میبینیم که نرگس هم اضافه میشه. خب حالا در دیتیلز ادیت شه و دیتیلز شه هم این کار را انجام میتیم. بالای دلیت کلیک میکنم، تصویر نشان نمیده، ادیتش به این شکل است، دیتیلز هم به این شکل است، ما یارمیم تغییرات میاریم. پس در کجا میایم؟ بخشی ادیت، در اینجا کالوم ها را به همون شکل ما تغییر میتیم. من اینجا گروپش کار ندارم دیگه، گروپ هم کار ندارم، و این روی ما در پایان قرار بگیره. تا کجا بود؟ خب تا فون در یک رو بیایه، من اینجا ایرم برمیدارم، ایرم برمیدارم و ایره هم برمیدارم از اینجا. کالوم در آخری چی بسته میکنم؟ در آخری از این فون بستهش میکنم.
یم پاک شوه، یم پاک شوه و این کالوم مز ای باشه و رو را هم اینجا بسته نمی کنم، روی ما هنوز هم کی باشه باز باشه و از اینجا عکس کپی می کنم و بالا میام اینجا یک دایو باز میکنم و کلاسی چند کالوم داشته باشه داخل امون رو، 6 تا کالوم اینجا باشه و عکس پیس میکنم اینجا داخل فرم گروپ هم نباشه و ایرم اینجا بسته میکنم و روی ما هم اینجا تمام شد. پس از اینجا داخل کریت میام یعنی کارت هم از اینجا کپی میکنیم، کنترل سی کپی و داخل ادیت اینجا به جای از اینا پیستش میکنم. خب یک بار سفر از ذخیره میکنم ببینیم که آوتپوت ما چگونه هست در ادیت. بالا ادیت کلیک میکنم. بله دوستان، طوری که ما روها را روبندی کردیم و رو کالوم هاش را تقسیم کردیم به همون شکل درست نشان داده شده، تنها کافی است که بجای پریویوز ایمیجی که ما به صورت دیفالت انتخاب کردیم بریم ایمیج از دیتابیز در ادیت بخونیم در اینجا و این کانتینرش را همچنان برداریم. پس اینجا آمده، نیاز به کانتینری از این من ندارم و این کانتینرش از اینجا بر میدارم و همچنان در عکس آمده اینجا به جای سورسش ایمیج اینجا اضافه میکنم که at model dot چی باشه؟ dot image pad باشه، image pad و پایان آمده. اینجا عکس از اینجا بر میدارم. یک کالوم اینجا داریم و کالوم بعدی ما و روی ما اینجا بسته شده و روی اینجا باز شده. 6 تا در اینجا، 6 تا هم اینجا و حالا یک روی دیگه تویتری ما را 12 کالوم باشه و به این شکل ایره ما بسته میکنم. خب این بود از ادیت و تنها مانده دلیتش و در دلیت هم عکسش را اضافه میکنم اونجا. بالای دیتلز کلیک میکنم، دیتلز را ببینیم در چی وضعیت است. خب این دیتلز هم چرا سالش تغییر کرد؟ فکر میکنم که مشکل در چیز هست، فکشن نمیشه از فکشن ادیت و دیتلز یکی است. پس میام دوباره چک میکنم در ایندکس آمده اینجا دیتلز آیتم، پس دوباره میام پایین چک میکنم دیتلز اینجا ببینید دیتلز هم در کجا میره؟ در ادیت میره ایره و دیتلز دوباره تغییر میتم. اکشنش هنوز بالای چی بوده؟ بالای ادیت بوده. بالای دیتلز کلیک میکنم و دیتلز به این شکل نشان میده ایدیتیبل نیست. اگر بالای ایدیت کلیک کنیم پس در اینجا به این شکل میه. من ایره میام چی میکنم؟ بر میدارم دیتلز، ویو دیتلز میشم، داخلی از او ایدیت پاک میکنم و همچنان اینجا یک ایچ آر داده و او را هم پاک میکنم و عکس ما هم در پایان بود. این یک جزئیات است که جزئیات نشان بده، کدام چیزی مهم نیست که ما بیایم یک دیزاین خاص برش بتیم. خب هر صورت با شما دوست داشتین بیاین دیزاین مورد علاقه ایتان در بالای دیتلز هم ایمپلیمنت کنین. حالا بالای دیتلز کلیک میکنم به این شکل دیتلز چی شد؟ تغییر پیدا کرد و خواستین عکس در بین بانین در کجا قرار بگیره شما میتونید که کار بگیرین. اما خیلی ساده و آسان است. من میام کلن
میخوانم که عکس از این جای کت بگیرم و خارج از این دیل در اینجا بیام یک دایو باز کنم، دایو و یک کلاس بوتسترپ کارد. تمام، میام در داخلی از این یک کارد دوباره یک دایو کلاس داشته باشه و در اینجا کارد هیدر باشه و همچنان در پایین از این یک دایو کلاس کارد داش بادی باشه و داخل از این بادی شیره قرار میتن و اینجا هم هیدر داره یا خیر. فون است. خب پس دوباره رفرش میکنم، میبینیم که دیزاینش باید تغییر کرده باشه و داخل عکس دا داخل چی نشان بده؟ داخل همون کارت نشان بده که کارتی که ما اضافه کردیم. بله، داخلی از این کارت به این شکل نشانش میده. شما خواستین باز دیزاین یا شبیه این هم چنان تغییر بدین. خب هیدر هم نداشته باشم، میتونین که هیدرش هیچ مشخص نکنی، از تنها کافی سکی را برداریم و او را داخل همون کارت دوجا داخلی چوکات کارت نشانش بده. بله، به این شکل. خب ما در مسئله دلیت میام داخل ویو دلیت، اینجا عکس پد کدام پد برای ما اینجا نشان نده، پدش از اینجا بر میدارم و اینجا هم از اینجا بر میدارم و در پایان چی میکنم؟ از دیتر زمین کپی میگیرم اینجا کنترل سی و داخلی ویو دلیت اینجا برای ما نشانش بده، پیستش میگنم و کنترل ای ذخیره میکنم و سفر یک بار رفرش دلیت. بله دوستان، به این شکل نشان میتایره و ما میتونیم که فونتی از این بالا را هم در داخلی H5 نشان بدیم، خورتر باشه، زیاد کلان بود هیدینگش و دوباره رفرش میکنم تا او کوچکتر باشه. بله، به این شکل نشان میده. خب دوستان، این بود از آتوری ما که ما در این عکس اضافه کردیم، همچنان پریویوز ایمیج نشان دادیم و ایدیت و دلیت و اپدیت و تمام موارد چه کار کردیم. به همین شکل پیش میریم و موضوعات دیگر همچنان کار میکنیم، اما به همون اساسی که گفتیم اینجا هر مرحله ای که پیش میبریم در مینو هم اضافهش میکنیم. برای اضافه کردن در مینو میام اینجا داخل ویو و داخل فولدر شیرید و لیاوت باز میکنم، بعد از کاتگوری اینجا یک کاپی و پیس، ایریاش ادمین هست، کاتگوریش تنها تغییر میتونم و اکشن نمیشه. کاتگوریش به نام چی بود؟ به نام کاتگوری میگم، کنترلرش به نام تورس بود و اکشنش ایندکس است و تکسی را که برای ما نشان بده اینجا تورس یا تور. این را نباید داخلی چی قرار بدیم؟ داخلی یک دو تا هم کاتگوری و هم آتوری ما داخلی یک الای باشه. پس یک الای دیگه اضافه میکنم، الای، و در اینجا یک کلاس هم برش میتونم، کلاس داش نو داش آیتم و از اینجا کتش میگیرم و داخلی از این قرارش میدم. سیف، رفرش و آتور من اینجا ظاهر شده. اگر بالای کتگوری کلیک میکنم کتگوری رو نشان میده، آتور کلیک میکنم و اینجا آتور رو نشان میده. این از کرییت ادیت
ادش ببینیم عکسش هم کار میکنه یا خیر. اینجا به جای از او دیگه عکس باشه. خب چرا کار نکرد؟ اینجا این عکس باشه. خب فکر میکنم که اون کلاسی چیزه باید ما اونجا در این فایلی جی اس در کجا اضافه کنیم؟ در ادیت هم باید اینجا اضافه شنیم تا که او کار کنه و آیدیش هم بشناسه، آیدی تصویره. دوباره بالا ادیت کلیک میکنم، رفرش، ادیت، چوز فایل، این عکس باشه. بله به این شکل کار میکنه دوستان. اگر نامش هم تغییر بدیم، لیلای مثلا دو باشه یا سه باشه، بالای سیف کلیک میکنم. اینجا ببینین به نام لیلای سه تغییر پیدا کرد. در جزئیاتش بروم، جزئیاتش اینی عکس نشان میده. اگر بالای دیتیل کلیک کنم باز هم اینی عکس. این بود از این جلسه دوستان گرامی. تا جلسه بعدی بدرود.